رستو باختری که عضو هیئت رئیسه انشا بود نیز از جمله رفتگان است. یادش را با خوانش چند سطری از داستان گرامی می‌داریم. قصه زندگی برای او قصه دور و درازی بود. قصه زندگی، قصه درد، قصه رنج و قصه بدبختی های بیشمار. اولین قصه برای او قصه جوانی بود و قصه امیدها و آرزوها و قصه رویاهای شیرین شبانه. و ناگهان یک بار این قصه در هم ریخت و آنگاه رنج آمد، درد آمد و ترس. ترس از آینده، ترس از زندگی، زندگی که اکنون صاف و راست روبرویش ایستاده بود و او با تمام وجود و با تمام احساس آن را میدید و درک میکرد. و این آنگاه بود که اولین ناله بچهش بلند شد، ناله ای که از درد سینه با تختخ رنج آور سرفه که میخواست سینهش را پاره پاره کند. زن این را دید و حساب کرد که سردی ناگهانی نیمه شب اول بهار بچه را به تب و درد و سرفه گرفتار کرده است. همسایه ها هم بچه را دیدند، لحظه اندیشیدند، سر تکان دادند و گفتند سرما خورده، عرق کند خوب می شود. بچه عرق کرد و اما خوب نشد. این بار مادر تپید و تلاش کرد و مردش را فرستاد دنبال ملای مسجد. ملا آمد، دعا کرد و تعویض داد، اما بچه خوب نشد و نیمه شب سینه و بغل نفسش را فشرد و در گلو خفه کرد و سرانجام در همان نیمه شب جانش را گرفت. بچه مرد و زن یک بار و ناگهانی با غم و درد روبرو شد و با زندگی که قصه اش را آغاز کرده بود. قصه شوم و نفرت انگیزی که همه همسایه ها، همه مردم آغاز این قصه را با مرگ بچه، با مرگ پدر و با مرگ مادر و گاهی هم با مرگ شوهر آغاز کرده بودند و اکنون در وسط قصه زندگی بودند. و شب دوم وقتی که جای خالی بچهش را دید طاقت نیاورد، پشت به در و دریچه خانه کرد و نگاه های غمزده شوهرش را نادیده گرفت و از کلکین کلبه خودش بیرون جست و زیر آسمان سیاه و پر از ستاره های نقره‌ای ایستاده شد. زن چشمانش را به آسمان دوخت و اندیشه‌ای برای ماه و ستاره و خورشید. بسیار دیده بود که ماه و ستاره و خورشید مردند و باز گشتند، فقط آسمان همیشه و جاودانی مانده، هیچ وقت نمرده و هیچ وقت بر نگشته، مثل زمین که جاودان است و همه چیز در آن می‌میرد و باز می‌گردد، ولی انسان نه. وقتی انسان مرد دیگر هرگز بر نمی‌گردد. نی دوستان در همینجا اکتفا می‌کنیم. ما جنگ لیدلی انسانان سوزوی ژوندون ټول ساز و ساز سوزوی ودان کورونه کنډوالې غوندې شي د میندو غېږ کې ماشومان سوزوی سمسور باغونه شیرغونه واوره په ګلدارو کې کوز بلند سوزوی شنه ځنګلونه کاڼې بوټي سوزي سوزوی دیگ دی مرغان او حیوانان سوزوی ده نابوده او تباهی کنده که ده آزاده ده جوان ارمان سوزوی ده جباران و ده قدرت دلاسا ده نیک مرغی ده جوان جهان سوزوی سری لمبی یو دم ده سور پور جورشی سری لمبی یو دم ده سور پور جورشی زکی با بسر طول زندجان سوزوی لطیفه ناظمی در سال 1325 خورشیدی
در شهر هرات زاده شد. دانش‌های نخستین را به گونه خصوصی در مدارس خانگی آموخته و در سال 1348 دانشکده ادبیات را در دانشگاه کابل به پایان برد. است. از سال 1350 تا 1352 برنامه‌های نقد ادبی را در رادیو افغانستان نوشته و از آن سال تا 1368 استاد نقد ادبی و ادبیات معاصر در دانشگاه کابل بوده است. دو سال و اند استاد مهمان در دانشگاه هومبولت شهر برلین و همانجا در عرصه زبان شناسی و ادبیات آموزش دیده است. او سالها مسئولیت بخش‌های گوناگون عرصه‌های فرهنگی را در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و ریاست رادیو افغانستان به دوش داشته است. نازمی در سال 1988 تن به هجرت داد و از سال 1990 بدین سو در آلمان زندگی دارد. تو می روی و غمت عاشقانه می ماند. تو می روی و غمت عاشقانه می ماند. کنارم این دل پر از بهانه می ماند. تو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. خدای من که چه درد آور است قصه کوچ. خدای من که چه درد آور است قصه کوچ. پرندم می رود و آشیانه می ماند. از این صحیفه مگو بسیج شبی خونی یا بکام شب است. مگو بسیج شبیخونیان به کام شب است. یگانه نام در این روزگار نام شب است. وزیر سقف سیه خفته پاسدار ولی درفش روشن اشراقیان به بام شب است. بخوان صحیفه فردای آفتابی را حلول حادثه خاناترین پیام شب است. گمان مبر که هیاهوی موج می شنوی. گمان مبر که هیاهوی موج می شنوی. بروی عرشه فردا صدای گام شب است. درخت خاطره نور را زیاد نبود. درخت خاطره نور را زیاد نبرد. اگرچه سوخته از بیم انتقام شب است. گرش جزیره تبعیدیان سزاوار است غمین مباش که این شکران به جام شب است. قسم به خون شفق
ای ستاره بر دوشم که خفته دشنه خورشید در نیام شب. استاد واصف باختری از مطرح‌ترین و شاخص‌ترین چهره‌های شعر معاصر افغانستان است. او تحصیلاتش را در رشته ادبیات در افغانستان و آمریکا به پایان رسانیده است. مدتی را به عنوان مدیر مسئول مجله ژوندون که یکی از پربارترین مجلات آن زمان بود به فعالیت پرداخت و مدتی را نیز به حیث منشی شعر اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل مشغول کار بوده است. باختری از نخستین هایی است که راهکردهای نیما را به جسم شعر ما نفس داد. تأثیر پذیری باختری در شعر و خط امروز باختستان ادب ما انکار ناپذیر است. کاظم کاظمی شاعر و نویسنده می گوید شعر نیمایی باختری از لحاظ قواعد و اصول بی عیب ترین شعری است که من در تاریخ شعر نو افغانستان دیدم. او هم شیوه مصرابندی خاص این قالب را میشناسد و رعایت میکند و هم در قافیه آرایی اصول و قواعدی در کارش دارد. این چیزی است که در کار بسیار دیگران دیده نمیشود. شعر بسیاری از نیمایی سرایان ما در سالهای نخست بیش از آن که مطابق مصرابندی نیمایی باشد مطابق شعر باران گلچین طولانی است. بر علاوه عرصه شعر استاد واصف باختری در موارد دیگری چون ترجمه، نقد و نظریه پردازی دست بالا دارد. چنم مباد مباد بشکند ای روح تا غرور شما، مباد بشکند ای روح ها غرور شما که این صحیفه شد آغاز با سطور شما. شبان تیره لب تشنگان بادیه را شکوه صبح دمان می دهد حضور شما. هزار دشت شقایق هزار چشمه نوش بشارت ایست آینده های دور شما. چه شادمانه به کابوس مرگ می خندید، چه شادمانه به کابوس مرگ می خندید، دروی سکه هستیست سوگ و سور شما. شکیب زخمی مرغابیان ساحل را توان بال عقابان دهد عبور شما. مباد خسته شود دست های جاریتان، مباد تنگ شود سینه صبور شما. مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها، مباد سایه ابلیس سار وسوسه ها شبی گذر کند از کوچه شعور شما. مباد تیره مردابیان تبیره زند، مباد تیره مردابیان تبیره زند، مباد بشکند ای رودها غرور شما. محمد کاظم کاظمی شاعر، نویسنده، محقق و پژوهشگر در زمینه ادبیات می باشد. این نویسنده در سال 1346 در هرات به دنیا آمد. تحصیلاتش را به پایان رساند. آقای کاظم کاظمی سالهاست که در زمینه شعر و ادبیات
و پژوهش در زمینه زبان دقیق فارسی، تاجیکی مشغول است. از این نویسنده مجموعه شعر پرطرفدار پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. مجموعه آموزشی شعر به نام روزنه، همزبانی و بیزبانی و ده ها شعر و مقاله دیگر به طور پراگنده در مجلات و چاپ رسیده است که نمونه شعر از این شاعر گرامی و خانشی بود.